تا حدود 10 دقیقه دیگه جسیکا واتسون به جایگاهی که قرار وارد سیدنی بشه وارد میشه. جمعیت رو میبینید که روی سکوهای اوپرا هاوس سیدنی منتظر این دختر پهلوان هستند. دختر هم مگه پهلوان میشه؟ قطعا میشه، شده، یه نمونه شو امروز میبینیم. از این ورزش دیگه پهلوانی تر هیچی نیست. 7 ماه دور دنیا رو با یک قایق تک تنها طی کردن. همونجور که در ابتدای گزارش خدمتون عرض کردم، نشانه از خیلی چیزا داره. فقط ورزش نیست که یک جامعه رو به این مرحله میرسونه، ده ها فاکتور دیگه دخالت دارن. پشت صدای من شما صدای در واقع گزارشگر کانال 10 استرالیا رو میشنوید، چون مراسم همونجور که عرض کردم از تمام کانال های استرالیایی پخش میشه و ما خوش شانس بودیم که تونستیم امروز بیاییم اینجا در این هوای فوق‌العاده خوب. لحظه به لحظه گوینده ها گزارش میدن که جسیکا چقدر مونده که به اینجا برسه، و یکی از من اومد پرسید که شما میتونید 10 نات چقدره در واقع واحد دریایی هست. من گفتم والا نمیتونم چجوری اینو تبدیل کنم به در واقع دقیقه، ولی باز اعلام کردن که چیز زیادی نمونده به رسیدن جسیکا واتسون که اسمش امروز میره در تاریخ، در گینس بوک، در هر جا. و برای ما ایرانی ها که واقعا عرض کردم من احساس میکنم ما نه از نظر هوش، نه از نظر ریخت، نه از نظر قیافه، نه از نظر تاریخ، هیچ چیزی از هیچ ملتی کم نداریم. البته من نمیخوام بگم ما از همه بهترین، اما کم نداریم. اما نمیدونم که چرا وضع ما اینجوری شده، و من این مثال استادیوم رفتن رو به عنوان سمبل حق‌های ضایع شده همش ازش استفاده میکنم. مگه میشه که توی یه جامعه بزن و گفت به استادیوم نیاییم، در حالی که در اون طرف دنیا، در اینجا یعنی، یه دختر 16.5 ساله‌ای چنین تلاشی رو داره و به چنین جایگاهی میرسه و 7 ماه دور از خانه و خانوادش زحمت میکشه، شبانه روز رو میگذرونه. ما واقعا فرصت باید بکنیم که شرایط جامعه همون رو به جایی برسونیم که ما هم جسیکا واتسون همون در واقع بتونن خودنمایی بکنن. این جمعیت امروز یک حضور ویژه‌ای داره که همه خواسته با دل خوش آمدن که از یک هموطنشون، از کار بزرگی که کرده تجلیل بکنن، و این تجلیل نشان از صدر این ها هست که اینا میتونستن تو خونه بشینن و نیان. و البته جسیکا میرفت و میامد و رکوردش هم ثبت شد. اما اینه که همه خواستن این لحظه رو با او شریک باشن و به پدر و مادرش که روی تمام کانال کانال های تلویزیونی حضور دارن در واقع تبریک بگن، و فوق‌العاده مهم بوده. از پهلوان استرالیایی به پهلوان ما، به غلامرضا تختی، که چقدر دلم میخواد تعداد تختی ها زیاد و زیادتر بشه. سلام میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم. روز یک شنبه هست و گزارشگری دیگر. کار بزرگ جسیکا واتسون. باور کنید من مسابقات جام جهانی فوتبال، بازی های المپیک، مسابقات جهانی مختلفی رو رفتم و تماشا کردم. اما این یکی، این استقبال، وقتی که اون فیلمی که اول برنامه دیدید، فقط لحظاتی مجسم بکنید که یک دختر نزدیک 17 سال 7 ماه شبها به خصوص روی این اقیانوس 3-4-5 طوفان رو جسیکا واتسون در طول سفرش پشت سر گذاشته. ببینید چه شهامتی و چه شجاعتی داشته. پهلوونه دیگه. ما هم از این پهلوونا داریم اگر فرصت خودنمایی بهشون بدین.
در گفتگویی که داشت با نخست وزیر استرالیا یه نکته خیلی جالب بود. اولا کادویی که نخست وزیر استرالیا بهش داد در واقع دفترچه‌ای بود که اینجا وقتی شما میخواید تصدیق رانندگی بگیرید، مثل همه جای دنیا، مثل ایران خودمونم همینجوره، باید تمرین برید و مثلا کلاس راهنمایی و رانندگی برید که معمولا یه نفر کنار شما مینشینه و به شما تعلیم رانندگی رو میده. چون جسیکا با وجود اینکه همه دنیا رو گشته بود با قایق، هنوز تصدیق رانندگیش رو نگرفته. این کادو در واقع به طور سمبولیک برای این بود که او کلاس مجانی بگیره. اما جسیکا واتسون نمونه است از اینکه همونجور که در فیلم گفتم در یک جامعه دموکراتیک واقعا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، چه در علم، چه در ورزش، چه در ماجراجویی، حد و حدودی قائل نمیشه. هیچ چیزی که دست و پای آدم رو ببنده حضور نداره. در حضور بالاترین مقام اجرایی نه تنها کشور، بلکه ایالت نیو ساوت ویلز، جایی که مراسم برگزار میشه در واقع، که سیدنی مرکز اون هست، جسیکا و مادرش روی مبل نشستن. برای اینکه قهرمانا اونا هستن، همه به خاطر اونا هم شدن. آیا شما در طول تاریخ ایران تا دیدید که نه تنها بالاترین مقام کشور، بلکه چه می‌دونم مقامات رده دهم و پونزدهم کشور هم جایی باشه یه جوون ایرانی 16-17 ساله باشه، اونا سر پا بیستن و اون جوون روی مبل بشینه؟ من برعکسشو خیلی زیاد دیدم، شما هم دیدید. خیلی دلم بخواد اون صحنه ای که کوین راد ایستاده بود و اونها نشسته بودن رو یه بار دیگه با هم نگاه کنیم. Now take a load off, Jess, and make your way. We'll relieve you of those flowers. The Prime Minister and the Premier will be chatting to you in a second. But we'd like you to take a seat and soak up the moment. What do you think? Ooh. Roger, do you want to come over the side over there?